با سلام به برنامه امروز ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدین. من مهران میرزایی هستم. مطابق روال این برنامه نگاهی دارد به مهمترین رویدادهای رخ داده هفته گذشته. نخست گزارشی داریم از سفر اخیر حسن روحانی به داووس سوئیس و دعوت او از شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای ایران. به واکنش سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص بدهی 30 نفر به شبکه بانکی می‌پردازیم و نگاهی نیز خواهیم داشت به ارائه تبصره هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق مجلس از سوی محمد باقر نوبخت. با ما همراه باشید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد روز چهارشنبه دوم بهمن ماه به سوئیس سفر کرده بود، گفت در این کشور با صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و همینطور صاحبان شرکت‌های نفت و گاز فعال در سطح بین‌المللی برای بازاریابی نفتی گفتگو کرده. در همین حال برخی منابع گزارش دادن به دنبال اجرای توافق ژنو صادرات نفت ایران در ماه ژانویه افزایش داشته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد عازم سوئیس شد، علاوه بر وزیر خارجه، وزیر نفت را نیز همراه خود به داووس برده است. وی پیش از سفر گفت که قرار است علاوه بر سخنرانی در نشست عمومی مجمع جهانی اقتصاد با صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و همینطور صاحبان شرکت‌های نفت و گاز فعال در سطح بین‌المللی نیز گفتگو کند. در همین زمینه چند منبع اجرایی به خبرگزاری رویترز گفتند که آقای روحانی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد سخنرانی کوتاهی در حضور برخی مدیران اجرایی قولهای نفتی دنیا خواهد داشت تا آنها را به سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران ترغیب کند. این منابع گفتند که روحانی در حضور مدیران شرکت های توتال فرانسه، بریتیش پترولیوم بریتانیا، انی ایتالیا و شرکت هلندی بریتانیای رویال لاتشل سخنرانی خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید که رؤسای شرکت‌های نفتی آمریکایی مانند اکسون موبیل نیز ممکن است در این جلسه حضور داشته باشند. همه شرکت‌های نامبرده جزو 7 شرکتی هستند که پیشتر وزارت نفت ایران به طور رسمی برای بازگشت به ایران دعوت کرده بود. خبرگزاری مهر نیز دوم بهمن ماه با اشاره به همراهی زنگنه با روحانی در اجلاس داووس گزارش داد که همزمان با مکاتبه و رایزنی وزیر نفت با قولهای نفتی انگلیسی، اروپایی و آمریکایی برای بازگشت به نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه اجلاس داووس با برخی از شرکت‌ها و قولهای نفتی جهان دیدار و گفتگو می‌کند. این گزارش با استناد به گفته‌های زنگنه می‌افزاید که از ابتدای دولت روحانی تلاش وزارت نفت بر دوران پس از تحریم متمرکز بوده و توافق با 5+1 در همین راستاست و پیش‌بینی می‌شود اجرای این توافق راه بدون برگشتی باشد تا تهران از حقوق خود به ویژه در بخش نفت و گاز بهره‌مند شود. تولید نفت ایران از سال 2011 تا کنون 1,000,000 بشکه کاهش یافته و به 2.7 میلیون بشکه در روز رسیده است. رویترز از قول کارشناسان می نویسد که برخی بر این اعتقادند که ایران می تواند در عرض 6 ماه بعد از لغو کامل تحریم ها صادرات نفت خود را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. اما کارشناس غربی دیدگاه های محتاطانه ای دارند و بر این عقیدند که ایران بعد از لغو کامل تحریم ها می تواند تولید نفت خود را به 3 تا 3.5 میلیون بشکه در روز برساند. خبرگزاری مهر از قول زنگنه می نویسد که وزارت نفت حجم عظیمی از سرمایه گذاری و فعالیت های فنی را برای بازیافت بیشتر از میدان های نفتی کشور، تولید بیشتر نفت و گاز و به دست آوردن جایگاه شایسته در بازار جهانی طراحی کرده است و در این مسیر شرکت های بزرگ نفتی جهان می توانند سهم و نقش داشته باشند. این عضو کابینه دولت در ادامه گفته است که در نشست صاحبان صنعت نفت و گاز در داووس تلاش خواهیم کرد این موضوع را از نزدیک و چهره به چهره برای مدیران ارشد شرکت‌های نفتی تشریح و تبیین کنیم. برخی شرکت‌های غربی مانند توتال و انی طی چند ماه گذشته به صراحت گفتند که بدون لغو تحریم‌های نفتی امکان بازگشت به ایران وجود ندارد. اما رویترز می نویسد که ایران و قولهای نفتی با اجرایی شدن دور اول توافق هسته‌ای و
و با امید به لغو کامل تحریم ها می توانند بدون از دست دادن فرصت قراردادهای نفتی و گازی را بررسی و امضا کنند. در رویدادی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که مسیر حرکت نفتکش ها را ردگیری می کنند گزارش داده است که صادرات نفت ایران در ماه ژانویه با 50,000 بشکه افزایش نسبت به ماه قبل به 1,200,000 بشکه رسیده است. این گزارش علت این افزایش را توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در 24 نوامبر سال 2013 ارزیابی کرده است. رویترز می افزاید که بعید است اجرایی شدن توافق هسته‌ای از 20 ژانویه تأثیری مستقیم در افزایش صادرات نفت ایران در این ماه داشته باشد. اما همین که ماه نوامبر سال گذشته این توافق حاصل شد، ریسک افزایش خرید نفت ایران توسط مشتریان نفتی را کاهش داد. به همین سبب در 3 ماه گذشته صادرات نفت ایران رشد پلکانی داشته است. آمریکا بر اساس تحریم‌هایی که اول ژانویه سال 2012 بر علیه ایران وضع کرد، مشتریان نفتی ایران را ملزم کرده که برای گرفتن معافیت از تحریم‌ها واردات نفت از ایران را هر 6 ماه یک بار کاهش دهند. موضوعی که باعث شد صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از روزانه 2.5 میلیون بشکه در سال 2011 به کمتر از 1.5 میلیون بشکه در آخر سال 2012 برسد. نشست بین‌المللی بررسی پایان بحران سوریه موسوم به ژنو 2 با شرکت نمایندگانی از سوی 40 کشور و سازمان بین‌المللی و ائتلاف ملی سوریه متشکل از نیروهای مخالف دولت بشار اسد روز چهارشنبه 2 بهمن ماه در شهر مونترو سوئیس در کار خود را آغاز کرد. کنفرانسی که جمهوری اسلامی در آن غایب بود، اما شرکت یا عدم شرکتش در این اجلاس واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. محمد رضا شاهید خبرنگار ما در پاریس و جزئیات بیشتر. همانطور که در خبرها شنیدید، آقای بان کی‌مون میزبان هیئت‌های مشهور به دول دوستان سوریه بود در شهر مونترو تا روز جمعه کنفرانس اصلی مشهور به ژنو 2 آغاز بشود. آقای بان کی‌مون در سخنان خود خطاب به هیئت‌های حاضر گفت که مردم سوریه چشم به شما دوختند و آقای فابیوس هم در سخنان خودش پیشنهاد کرد، در سخنان افتتاحیه در واقع، که یک دالان امدادرسانی غذایی و دارویی برای مردم سوریه فراهم بشود، چرا که دولت بشار اسد شهر حلب و چند شهر مخالفین رو محاصره غذایی کرده و بسیاری جان خودشون رو به دلیل کمبود مواد غذایی از دست دادند. سخنان آقای جان کری بیشتر نمایندگان دولت سوریه رو مورد خطاب قرار داد و اینکه آقای بشار اسد نمیتواند در قدرت بمونه. آقای ولید معلم پاسخ داد که آقای کری هیچ کسی نمیتونه وجود رئیس جمهور رو در این لحظه در سوریه منکر بشه. میدونید که آقای بشار اسد بعد از 30 سال جمهوری موروثی پدرش، در 30 سال یک بار در 2000 یک بار در 2007 به عنوان رئیس جمهور بدون رقیب‌های دیگر انتخاب شد و حالا مدعی است در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری فرانسه داشته، باز هم در خرداد 2014 خودش رو نامزد خواهد کرد. البته این مصاحبه که با خبرگزاری فرانسه انجام شد، 3 سوال اولش رو فیلم برداری کردن و تلویزیون پخش کرد. جالب است که از کنفرانس و سخنان مخالفین از جمله احمد جربا رو هم تلویزیون دولتی سوریه پخش کرد با عنوان خائنین به مردم سوریه. آخرین مطلبی رو هم که شاید لازم باشد در همین لحظه بگوییم این است که بسیاری معتقدند امید چندان و فوری نباید به نتیجه کنفرانس داشت، اما یک نکته هم نباید فراموش بشود و اون این که غیبت جمهوری اسلامی ایران مانعی برای موفقیت این نشست نیست. اما پرسش این است چگونه استاد روسیه حاضر بود اما شاگرد جمهوری اسلامی ایران غایب. پاریس، تلویزیون ایران فردا. و اما بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی اعلام کرده که 173 نفر مبلغ 22970 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند. این در حالیه که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیشتر گفته بود بر اساس اسنادی که در این کمیسیون موجوده، حدود 30 نفر بیش از 80% معوقات بانکی رو در اختیار دارن.
در حالی که بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی اعلام کرده است که 173 نفر مبلغ 22970 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید این ادعا صحت ندارد. به نوشته روزنامه قانون، از میان این 173 تن که نام آنها ذکر نشده 61 نفر بدهی بالای 100 میلیارد تومان دارند. قانون می‌افزاید که بانک مرکزی در این اطلاعیه تعداد کسانی را که بیش از 1000 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند و تعدادشان بسیار اندک است اعلام نکرده است. این گزارش در حالی منتشر شده است که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار کرد که اظهارات مسئولان بانک مرکزی صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی افضلی فرد گفت ادعای مسئولان بانک مرکزی در مورد بدهکاران عمده بانکی صحت ندارد و باید در این آمار تجدید نظر کنند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 در خصوص 173 بدهکار بانکی اظهار کرد که بهتر بود بانک مرکزی واقعیت‌ها را می‌گفت. وی افزود ما نمی‌خواهیم در این موضوع با بحث و جدل و گفتگو بپردازیم، بلکه بحث ما بر سر این است که نباید اجازه دهیم از راه‌ها و منفذهای مختلف عده‌ای بخواهند سوء استفاده کنند و به نظام اقتصادی ضربه وارد کنند. پیشتر هم سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفته بود بر اساس اسنادی که در این کمیسیون موجود است، حدود 30 نفر که البته اسامی برخی از این افراد در رسانه‌ها مطرح شده، بیش از 80% موافقات بانکی را در اختیار دارند که باید تعیین تکلیف شود. افضلی فرد افزود اگر 20% از منابع و مصارفی که بانک‌ها در اختیار این افراد قرار دادند دریافت شود، بخشی از مشکلات کشور مرتفع می‌شود. وی گفته بود متاسفانه در گذشته با این بدهکاران بانکی برخورد جدی نشده و هنوز این افراد در پرداخت بدهی‌های خود سهل‌انگاری می‌کنند. موافقات بانکی بدهکاران در دولت‌های مختلف محل بحث و جنجال بوده است. احمدی نژاد پیشتر گفته بود که 300 نفر 60% پول کشور را در جیب خود گذاشتند. اما در دولت خود وی نیز بسیاری متهم شدند که با استفاده از رانت تیم دولت وام‌های کلان از بانک‌ها گرفته و آن را پس نمی‌دهند. دو روز پیش نیز رئیس بانک مرکزی گفت بدهکاران بانکی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مطالبات بانکی را برگردانند. رئیس کل بانک مرکزی افسوده بود که رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بدهی‌ها و تعهدات به تعویق افتاده از تنبیه به تسهیل تغییر کرده است و تقسیط مجدد 5 ساله، امهال 6 ماهه بدهی و بخشش وجه الالتزام تأخیر تعدین دین سه راهکاری است که بانک مرکزی جایگزین برخورد قضایی با بدهکاران کرده است. به گفته وی این رویکرد بر اساس آیین‌نامه جدید دولت است که در هفته‌های اخیر به بانک‌ها ابلاغ شده است. روز یکشنبه 29 دی ماه در پی آتش‌سوزی در یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری تهران، دو زن کارگر که به دلیل شدت آتش‌سوزی از پنجره‌های طبقه 5 ساختمان آویزان شده بودند، سقوط کردند و متأسفانه جان باختند. بازماندگان دو قربانی آتش‌سوزی در خیابان جمهوری تهران ماموران آتش‌نشانی را متهم به کوتاهی کردند. اونا گفتن که مسئولان با بی‌شرمی تمام به جای عذرخواهی تقصیر رو به گردن قربانیان می‌اندازند. روز یکشنبه 29 دی ماه در پی آتش‌سوزی در ساختمانی در خیابان جمهوری تهران، دو زن کارگر یک کارگاه تولید پوشاک از طبقه 5 به پایین سقوط کردند و کشته شدند. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران عامل مرگ دو قربانی این حادثه را عجله، ترس و عدم توجه به توصیه آتش‌نشانان اعلام کرد. ملکی در این حال اعتراف کرد که نردبان هیدرولیکی خودروی آتش‌نشانی به علت نقص فنی باز نشده بود. در همین حال خانواده کشته شدگان مسئولان را متهم می‌کنند که با بی‌شرمی تمام به جای عذرخواهی تقصیر را به گردن قربانیان می‌اندازند. بنابر گزارش ها، فرزند یکی از قربانیان در همان روز حادثه از ماموران آتش نشانی شکایت کرده و بازماندگان قربانی دیگر نیز در صدد شکایت هستند. یکی از قربانیان آذر حق نظری 60 ساله بوده که به گفته پسرش تا 3 ماه پیش در کارگاه خیاطی کار می کرده و در روز حادثه برای پیگیری حقوق معوقه خود به این محل رفته بود.
محسن اکبرزاده فرزند آذر حق نظری در گفتگویی با روزنامه شرق گفته مادرش بیش از 5 دقیقه خود را از نرده پنجره آویزان کرده و یکی از آتش نشانها به جای آنکه شلنگ آب را به سمت شعله های آتش بگیرد آن را به طرف او گرفته بود. اکبرزاده گفت با شروع آتش سوزی مادرش به او تلفن کرده و او که خود را محل حادثه رسانده شاهد این ماجرا بوده است. اکبرزاده در ادامه گفتگو با شرق گفته است علاوه بر این باید پرسید چرا آنها نردبان درست و تشک نجات نداشتند؟ چرا نحوه درست آب پاشیدن در موقعیت حساسی مثل این حادثه را بلد نبودند؟ نسرین فروتنی 44 ساله قربانی دیگر آتش سوزی است. اونیز مانند آذر حق نظری برای دور ماندن از شعله های آتش خود را از نرده پنجره آویزان کرده بود. بر پی این حادثه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه اول بهمن ماه به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور داد در اسرع وقت به موضوع رسیدگی کند. آقای روحانی از این 2 زن کشته شده به عنوان 2 بانوی زحمتکش نام برده و از وزیر کشور خواسته گزارشی درباره این حادثه به او ارائه کند. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران زیر نظر شهرداری تهران اداره می شود. محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز از وقوع این حادثه ابراز تأسف کرده و گفته حداکثر تا 15 روز آینده این موضوع بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد. تیر ماه امسال هم در حادثه این مشابه در یک کارگاه پارچه در خیابان جمهوری 3 کارگر جان خود را از دست دادند. یکی از آن کارگران هم خود را از طبقه 4 پرتاب کرده بود. هفته گذشته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از منتفی شدن تشکیل هیئت ناظر بر اجرای توافقنامه ژنو در مجلس خبر داد. پیش از این اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس از تلاش گروهی از نمایندگان برای تشکیل گروه ناظر بر اجرای توافق ژنو خبر داده بودند. با اجرایی شدن توافق ژنو نمایندگان تندروی مجلس و دیگر چهره‌های محافظه‌کار دولت حسن روحانی را مورد انتقاد شدید قرار دادند. محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره رأی‌گیری پیرامون تشکیل هیئتی در این کمیسیون برای نظارت بر اجرای توافقنامه ژنو گفته فعلا چنین موضوعی کنسل شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم وی گفته تشکیل چنین هیئتی در کمیسیون امنیت ملی فعلا منتفی است. پیش از این نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از تصویب تشکیل هیئت ناظر بر اجرای توافقنامه ژنو در جلسه امروز هیئت رئیسه کمیسیون خبر داده بود. لازم به ذکر است که این مصوبه باید در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب می‌شد که با عدم انجام این کار تشکیل این هیئت فعلا منتفی است. در همین حال جواد کریمی قدوسی عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که 60 نفر از نمایندگان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از او خواستند از وزیر خارجه بخواهد درباره آنچه که عدم اطلاع رسانی درباره توافق هسته‌ای ژنو خواندند توضیح دهد. همچنین محمد سلیمانی یکی دیگر از نمایندگان معترض به خبرگزاری فارس گفته است که شمار امضا کنندگان نامه به 150 نفر رسیده و آنها از دولت خواستند تا اطلاعات مربوط به توافقات هسته‌ای همچنین مذاکرات ژنو در رابطه با سوریه را در اختیار مجلس قرار دهد. حمید رسایی یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا هم روز سه‌شنبه در مجلس آغاز اجرای توافقنامه ژنو و توقف غنی‌سازی 20% را تسلیت گفت. همزمان به گزارش خبرگزاری خانه ملت عباس عراقچی معاون وزارت خارجه روز سه‌شنبه برای توضیح در این مورد به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفت. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات جلسه این کمیسیون با عراقچی گفت در این جلسه کمیسیون امنیت ملی عراقچی معاون وزیر خارجه حضور یافت و با اشاره به سوابق مذاکره هسته‌ای ایران در مسیر دستیابی به توافق اصلی و توافق بر سر مسائل اجرایی گفت که هیچ یک از طرفین مذاکره توافقنامه اجرایی را منتشر نکردند. وی در ادامه اظهار داشت آقای عراقچی در این جلسه تأکید کرد که تصمیمات پیرامون توافق در سطح عالی کشور هماهنگ می‌شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به آغاز اجرای تعهدات از سوی طرفین گفت ما در توافقنامه بجز پذیرش تعلیق غنی‌سازی 20% و تبدیل آن هیچ توقف یا برگشت به عقبی را در صنعت هسته‌ای کشور نپذیرفته‌ایم.
روز دوشنبه و با اجرایی شدن توافق ژنو انتقادات به دولت روحانی افزایش یافته است. همچنین این روزها نمایندگان اصولگرای منتقد دولت که بیشتر آنها عضو فراکسیون جبهه پایداری مجلس هستند در اظهاراتی تقریبا هماهنگ اعلام می‌کنند رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای از منتقدان توافقنامه هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک است و ایرادات اساسی بر آن وارد کرده است. در جدیدترین این انتقادات محمود نبویان نماینده مجلس بر اساس فایل صوتی که برخی از سایت‌های اصولگرا منتشر کردند در هفته‌های گذشته در جمع گروهی در شهر گنبد کاووس گفته است آیت الله خامنه ای گفته است توافقنامه ژنو ایرادات اساسی دارد و این توافقنامه استقلال نظام را هدف قرار داده است. در همین رابطه جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم چندی قبل گفته بود رهبر ایران در جلسه‌ای گفته است بعد از سه بار خواندن توافقنامه ژنو به این نتیجه رسیده که حق غنی‌سازی ایران در آن نادیده گرفته شده است. آیت الله خامنه‌ای تاکنون از مذاکره کنندگان و دولت روحانی حمایت کرده است. و اما هفته آخر دیماه اعلام شد که حدود 3500 تن از شهروندان شهر جدید پردیس در شرق تهران با نشانه های بالینی مسمومیت به مراکز درمانی مراجعه کردند. عامل مسمومیت در ابتدا مشخص نبود، اما نتایج نهایی تحقیقات نشون میده که مسموم شدگان آب فاضلاب نوشیدن. در این ارتباط مدیر آب و فاضلاب شرق تهران برکنار و تیم ویژه‌ای از سوی بازرسی کل کشور مأمور بررسی عوامل حادثه شده. کارشناسان اما میگن از اونجا که شبکه آب آشامیدنی پردیس در کنار شبکه فاضلاب ساخته شده، امکان تکرار حادثه هر لحظه وجود داره. هفته گذشته حدود 3500 نفر از اهالی پردیس به دلیل آلودگی آب این شهر راهی بیمارستان شدند. در مراحل نخست علت این موضوع نامشخص بود، اما نتایج نهایی تحقیقات مرکز بهداشت که پس از مدتی تأخیر انتشار یافت نشان می‌دهد که میکروب ایکولای عامل اصلی موج مسمومیت در شهر پردیس بوده است. آلودگی آب در ایران تازگی ندارد و پیشتر هم منجر به بروز بیماری وبا شده بود. مهر ماه امسال مجلس ایران با اعلام گسترش بیماری وبا گفته بود این بیماری در 10 استان کشور دیده شد و منجر به مرگ 6 نفر شده است. وزارت بهداشت ایران هم روز 31 شهریور ماه شمار مبتلایان به این بیماری را 170 نفر و تعداد قربانیان این بیماری را 3 تن گزارش کرده و افزوده بود که از میان مبتلایان به این بیماری 144 نفر تبعه افغانستان، 1 نفر پاکستانی و 25 نفر ایرانی هستند. علی اصغر یعقوبی رئیس بیمارستان شفای پردیس عامل احتمالی شیوع مسمومیت را ویروسی خوانده بود، ویروسی که به احتمال خیلی زیاد از مدارس به خانواده ها سرایت کرده است. همزمان رسانه های داخلی به نقل از استاندار تهران نوشتند که مدیرعامل آبفا یعنی آب و فاضلاب شرق تهران از سمت خود برکنار شده است. به گفته حسین هاشمی اطلاعات ارائه شده از سوی این مسئول تناقض داشته است. به نوشته خبر آنلاین به نقل از هاشمی این مسئول یعنی مدیرعامل آبفای شرق تهران یک بار اعلام کرد که کیفیت آب مشکلی نداشته و پس از آن این گونه عنوان کرد که مشکل به بحث انتقال مربوط بود. خبرگزاری مهر 25 دی ماه به نقل از عباس علی جوادی معاون بهره برداری آبفای شرق استان تهران نوشته بود آب شرب شرق استان تهران شامل شهرهای پردیس، بومهن و رودهن از یک مخزن تامین می شود. از این رو بروز هر گونه مشکل احتمالی باید برای مردم هر سه شهر روی دهد. دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی هم از برکناری برخی از مدیران مربوطه خبر داده است. به گفته حسین طلا در مورد مسمومیت مردم پردیس ابهاماتی وجود دارد که مجمع نمایندگان استان تهران قرار است روز چهارشنبه 22 ژانویه برابر با 2 بهمن جلسه ای را با معاونان و مسئولان ارشد وزارتخانه های نیرو و بهداشت، استانداری تهران و فرمانداری پردیس برگزار کند. همچنین به نوشته پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور، هیئتی ویژه به دستور رئیس این سازمان مسئول بررسی موضوع آلودگی آب آشامیدنی شهر پردیس و عملکرد مسئولان در این زمینه شده است. شبکه آب آشامیدنی پردیس از قرار معلوم در کنار شبکه فاضلاب ساخته شده
و به همین دلیل امکان تکرار حادثه هر لحظه وجود دارد. شهر پردیس در شهرستان پردیس و در فاصله 18 کیلومتری شرق تهران در حاشیه جاده تهران آبعلی احداث شده. در تاریخ 23 اسفند سال 1368 در راستای سیاست ایجاد شهرهای جدید با هدف مهار رشد بیرویه جمعیت و کنترل مهاجرت به شهرهای بزرگ، ساخت شهر در محلی موسوم به آبنجیرک تصویب شد. پردیس پس از آغاز طرح موسوم به مسکن مهر در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به یکی از قوت‌های اصلی اجرای این پروژه تبدیل شد. مسئولان این شهر پیش بینی کرده بودند که با واگذاری واحدهای احداث شده جمعیت پردیس از حدود 70 هزار نفر در سال 1391 به حدود 400 هزار نفر در پایان سال 1392 برسد. هفته گذشته محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از ارائه تبصره هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر داده. دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه‌های نقدی با 1000 میلیارد تومان کسری بودجه روبروست و این کسری بودجه تنها با افزایش قیمت‌ها تامین خواهد شد. پیشتر و در راستای درخواست دولت روحانی برای کنترل پرداخت یارانه‌ها، مجلس ایران کلیات حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدی را تصویب کرد. بعد از چندین روز بحث و جدل بین نمایندگان مجلس و دولت، لایحه هدفمندی یارانه ها به مجلس ارائه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور با اعلام این خبر گفت تبصره هدفمندی از سوی دولت به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 تقدیم می شود. در این خصوص همچنین اسماعیل جلیلی نماینده مجلس هم گفته است که دولت در تبصره هدفمندی نحوه اجرای فاز دوم این قانون را در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق ارائه می کند. در همین رابطه اما غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، دیگر نماینده مجلس، درباره جزئیات این لایحه گفت پیش بینی من این است که دولت حداقل یارانه 1 یا 2 دهک بالا را حذف می کند و اگر این کار را انجام دهد، فرصت برایش به وجود می آید که یارانه 2 تا 3 دهک پایین را اضافه کند و 45500 تومان احتمال دارد تا 55 یا 60 هزار تومان افزایش یابد. وی افزود با توجه به شعارهای حسن روحانی و توجهی که اخیراً در صحبتهایش به حوزه سلامت داشته، سال 1393 در هدفمند کردن یارانه ها سال خوبی برای سبد سلامت و بهداشت مردم خواهد بود. ضمن اینکه پیش بینی من این است که در سال 93 تولید به نحوه شایسته ای از یارانه برخوردار خواهد شد و یارانه به بخش تولید تعلق خواهد گرفت. اما فکر نمی کنم با توجه به محدودیت مالی منبعی برای توسعه صندوق توسعه ملی و حوزه عمرانی باقی بماند. این نماینده مجلس در ادامه گفت کماکان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد، اما در حامل‌های انرژی احتمالاً افزایش قیمت خواهیم داشت. شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی تند خواهد بود. دولت روحانی برای پرداخت یارانه‌ها با مشکلات جدی روبروست. دولت قبلاً با اشاره به بار مالی سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی برای دولت و اثرگذاری پرداخت یارانه در رشد نقدینگی و تورم در صدد حذف یارانه پردرآمدها برآمده بود و سرانجام هم مجلس 2 ماه پیش تصویب کرد که به دهک‌های پردرآمد یارانه تعلق نمی‌گیرد. در این رابطه پیشتر محمد باقر نوبخت گفته بود که دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه های نقدی با 1000 میلیارد تومان کسری بودجه روبروست و این کسری بودجه تنها با افزایش قیمت ها تامین خواهد شد. وی افزوده بود که دولت از طرف مجلس موظف به افزایش قیمت ها شده، اما این موضوع تا کنون اتفاق نیفتاده است. آقای نوبخت تاکید کرده بود که چند دهک ثروتمند باید از قانون هدفمند کردن یارانه ها حذف شوند و خواستار برخورد عادلانه و منطقی با این مسئله شد. سخنگوی دولت همچنین درباره قطع کامل یارانه ها هشدار داده و گفته بود اگر مطالبات به طور کافی صورت نگیرد، امکان روی دادن این اتفاق وجود دارد. دولت محمود احمدی نژاد در راستای حذف یارانه ها در بخش های مختلف از جمله بخش حامل های انرژی، طرح هدفمندی یارانه ها را در سال 1389 به اجرا گذاشت. رئیس دیوان محاسبات کشور در شهریور 1390 گفته بود از زمان آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها از زمستان سال 1389 تا مرداد سال 1390 دولت دهم
14000 میلیارد و 800 میلیون تومان از حساب بانک مرکزی درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرد. در همین راستا دولت مردان روحانی با انتقاد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط احمدی نژاد گفته بودند که در سالهای اخیر برای اجرای هدفمندی یارانه ها پولهای زیادی به خلاف قانون از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی گرفته شد. بیژن نامدار زنگنه در این خصوص گفته بود دولت احمدی نژاد همه زیرساخت ها را برای پرداخت یارانه ها نابود کرد. طرح پیشنهادی دولت ترکیه در زمینه محدودیت کاربران در دسترسی به برخی سایت‌های اینترنتی موجب اعتراض صدها تن در شهر استانبول شد. تظاهرکنندگان به تصویب این طرح از سوی پارلمان اعتراض داشتند که با واکنش پلیس روبرو شده. مهستان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر. در چند روز گذشته پارلمان ترکیه پیشنویس طرحی رو به تصویب رسوند که در صورت تصویب نهایی این طرح اجازه و اختیار به دولت داده میشه که بدون طی کردن تشریفات قضایی یا نیاز داشتن به حکم مراجع قضایی به محتویات سایت‌های اینترنتی دسترسی پیدا بکنه یا حتی اونها رو بتونه فیلتر بکنه. این طرح که از سوی دولت به پارلمان ارائه داده شده، همچنین از شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده اینترنت در ترکیه می‌خواد که اطلاعات کاربران و مشتریان خودشون رو به مدت 2 سال ذخیره و نگهداری بکنن تا در صورتی که دستگاه دولتی یا مقامات دولتی به برخی از این اطلاعات نیاز داشتن، بدون طی کردن این سلسله مراتب قضایی به این اطلاعات دسترسی داشته باشن. البته این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده، ولی احتمال تصویب اون بسیار زیاد هستش. با وجود این، روز شنبه عده‌ای در اعتراض به تصویب چنین قانونی در ترکیه در شهر استانبول دست به تظاهرات زدن و قصد برپای یک تجمع اعتراضی در میدان استقلال شهر استانبول رو داشتن که بلافاصله با واکنش فوری پلیس هم روبرو شدن. دولت البته از این طرح دفاع میکنه و عنوان میکنه که برای حمایت از حریم خصوصی افراد در حوزه سایبری و فضای اینترنتی نیازمند تصویب چنین قانونی هستش. به ویژه دولت اشاره میکنه به سایت های پورنوگرافی که در ترکیه تعداد اونها هم بسیار زیاد هست و محتوای این سایت ها که به گفته دولت برای کودکان بسیار مضر هستش و بالاتر از اون، باز به گفته دولت، محتوای این سایت های پورنوگرافی میتونه موجبات سوء استفاده جنسی از کودکان رو فراهم بیاره. اما از طرف دیگه معترضان و معتقدان حرف دیگه‌ای رو مطرح می‌کنن و اعتقاد دیگه‌ای در اونها عنوان می‌کنن که تصویب این قانون در ترکیه دقیقاً به معنای نقض حقوق شهروندی هستش و ای بسا که دولت ترکیه در آینده با اتکا به چنین قانونی بتونه سایت‌های دیگه‌ای رو با محتواهای دیگه و فعالیت‌های دیگه فیلتر بکنه. اونها اعتقاد دارن در جایی که در ترکیه ما هزینه اینترنت رو پرداخت می‌کنیم، باید بتونیم آزادانه در فضای اینترنتی به هر گونه اطلاعاتی که تمایل داریم دسترسی داشته باشیم. اما با وجود همه این حرف و حدیث‌ها، به نظر می‌رسد که دولت در تصویب این طرح بسیار جدی هستش و این احتمال بسیار وجود داره که در آینده نزدیک این طرح به تصویب نهایی هم برسه. دبیر کل بانک مرکزی از تشکیل کارگروهی برای کمک به بخش تولید و خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود خبر داده. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران استقراض و تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد از سوی دولت احمدی نژاد و عامل تورم شدید و رکود اقتصادی عنوان کرده بود. محمود احمدی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی اظهار کرد برنامه این است که سیاست‌هایی به کار گرفته شود که سیاست‌های کنترل نقدینگی منجر به رکود نشود. وی در ادامه از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی برای اتخاذ تصمیماتی برای کمک به بخش تولید و خروج اقتصاد از رکود خبر داد و گفت بنا به آخرین آمار حجم نقدینگی به 537 هزار میلیارد تومان رسیده است. دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌کنیم میزان رشد نقدینگی تا پایان امسال بین 23 تا 25 درصد باشد اضافه کرد. رشد نقدینگی در آبان ماه به 23 تا 24 درصد رسیده و بنا به آمار آخرین میزان نقدینگی موجود در جامعه 530 هزار میلیارد تومان است. وی در ادامه به اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی به بخش تولید اشاره و خاطر نشان کرد
ارائه تسهیلات به بخش‌هایی که تعطیل شدند و می‌توانند با دریافت این تسهیلات مجدداً فعال شوند را در بانک مرکزی دنبال می‌کنیم. در همین رابطه هفته گذشته نیز غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود که در وضعیت رکود تورمی شکستن رکود واجب‌تر از مسئله تورم است و این سوال باید پاسخ داده شود که آیا تزریق نقدینگی به بخش تولید تورمزاست یا اینکه تورم را کاهش می‌دهد. محمد حسین برخوردار رئیس مجمع عمومی واردات هم گفته بود که سیاست‌های دولت برای کاهش تورم بازار را دچار رکود کرده و این به گفته آقای برخوردار به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. در رویدادی دیگر مرتبط با اقتصاد ایران هم مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری در تابستان گذشته را اندکی بیش از 10% اعلام کرد. بنابراین گزارش استان کوهکیلویه و بویراحمد با نزدیک به 17% و استان لرستان با حدود 15% بالاترین نرخ بیکاری را دارند. این گزارش کمترین نرخ بیکاری را در استانهای گلستان و آذربایجان غربی اعلام کرده است. بیشترین نرخ بیکاری در بین جوانان 20 تا 24 ساله گزارش شده که نزدیک به 26% است. وضعیت اقتصادی ایران با افزایش تحریم ها و نیز سیاست های غلط محمود احمدی نژاد به شدت وخیم شد. با روی کار آمدن حسن روحانی و نیز توافق ژنو امیدواری ها به بهبود وضع اقتصادی ایران بهتر شد. پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی از مهار تورم در ایران خبر داده و افسوده بود که این روند از آبان ماه آغاز خواهد شد. وی تاکید کرده بود که تورم نیز در حال کاهش است. آقای نوبخت همچنین گفته بود انتظار داریم تا پایان سال جاری نرخ تورم کمتر شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ تورم از 25% کاهش می‌یابد. بسیار سپاسگزاریم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای یک شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش میشه. اگه موفق به دیدن پخش زنده اون نشدین، میتونین این برنامه رو در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که بر روی صفحه ظاهر شده میتونین نظرها، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارین. تا برنامه دیگر، بدرود.